فرهنگ ایرانه، زیباییشو ببینید. از 10,000 سال پیش ایرانی ها آرکیتکچر داشتن، بنایی داشتن و اولین مللی بودن که ریاضی و هندسه رو تو این به کار بردن. این یکی از زیباترین بناهای دنیاست. من وقتی به کسایی که آرکیتکتن نشون میدم میگم و اینم که میبینین این بزرگترین میدون تاریخی جهانه، 600 سال پیش ساخته شده، چهارمی که الان تو دنیا. اینا آرکیتکچر ایرانیه تو کشورهای دیگه، از هند، تاج محل و ایرانیا ساختن. استاد حسن راهوری، بریم پیدا کنیم، توش فارسی نوشته، اون روسیه است. از پروفسور ایرانشناس یکی از سوریه تا چین، از هند تا روسیه میتونید معماری ایرانی رو ببینید. اینا مصاحبه‌ای که کسی که رفتن ایران، خارجی ها، میگه این یه کشور خوشگله که همه با ما خیلی مهربونن و ما فکر کنیم که خونه‌مونی. میگه ما اصلا موندیم، ما نمیدونیم که این اسپانیایی هم صحبت میکنه. میگه همه باید بیان ایران چون کشور بی نظیره و همه خیلی با آدم صمیمی هم. این یه خانم آلمانیه که میگه من هم خیلی احساس خوبی دارم. این کاندلیسا رایس تو هنر ایرانی، تو نمایشگاه اینا دارن فرهنگ رو نشون میدن که بی نظیره و به هزاران سال پیش میره. این همونی بود که میگفت ایرانی آدم کشن. نمیدونم اینجا چی شده. این ادبیات ایرانه که یکی از با ارزشترین ادبیات های دنیاست. دنیا ما خیلی از شاعرهایی دارم که تو همه دنیا میشناسنشون، خیام، رومی، حافظ، سعدی. تو از ژاپن تا برلین درس ادبیات ما رو میخونن. تو کتاب جملات قصار آکسفورد 188 جمله قصار از خیامه، حتی بیشتر از شکسپیر و انجیل. بزرگترین شاعر روسی همیشه از حرفای سعدی یاد میکرده و میگفته مثل بایبله، مثل انجیله. این رالف امرسونه، یکی از معروف‌ترین شاعرای امریکایی، که میگه که سعدی حرفاش مثل انجیله از نظر زیبایی و از نظر حرفایی که داره. گوته که دیگه فکر کنم همه بدونین، گوته عاشق حافظ بوده، دیوان شرق نوشته برای حافظ. اون عکسی که میبینین نشانه اون صندلی‌ها، اون حافظ و گوتن تو دو زمان مختلف توی آلمان. اون نیچه مخالف فرهنگ یونانیا و رومانا بوده و عاشق فرهنگ ایرانیا. نیچه خیلی معروفه، همه میشناسنش، علاقه اسمش شنیدن، که میگه پیامبر من پیامبر زرتشته. و چقدر خوب میشد که ایرانی ها یاد میدادن همه چی رو به رومانا. این هم کیمیاگره که اثر پائولو کویلیوه که 1800 سال پیش مولانا نوشته. این هم شعر حافظه. اون چیزی هم که داره آهنگ میخونه یه آهنگه که چهار نفر یه آلبوم با هم بودن، مدونا، دمی مور دکلمه کرده و یه دو نفر دیگه. اینا شعرهای مولانا هست که پرفروشترین کتاب امریکا شده تو سال 97، سال قبل، سال یونس، سال رومی بود، یونسکو اسمشو گذاشته. ببینیم مدونا شعر ایران، آهنگای رومی رو خونده. خیلی جالبه، ببینیم بخونیم ببینیم چجوری با این آهنگ قاطی کرده. جز معروفترین شعرهای دنیا هم هست همشو. این هم نشون میده اون بالا سبز رو نگاه کنید، اون اهورامزدا یا خداست. ما ایرانی ها از همه قبل از همه آدم های دیگه یه خدایی بودیم و اینه که به ما میگه عشق خدا. این هم یه خداست که زرتشت نشون میداد که چه حرفایی میزنه. این هم صوفیگریه که من خیلی عقایدش نیستم، که میگن خدا عشقه و با خدا میرفتن، با خدا حرف میزنن و واقعا زیباست. مسیحیان ایران هم. یه ایرانیه که میگه فکر میکنم که ما باید به همه باستان نگاه کنیم و راحت هم. که واقعا اینو باید به خارجی یاد بدیم. این فرهنگ ایرانی، این
همونی که همه دنیا سو میگن دقیق تره و اولین روز بهاره و خیلی جالبه، نه هیچ نشان قومی، هیچ نشان که مال ما باشه نداره، مال همه دنیاست. با بهار شروع میشه، همه دنیا بهار دارن. اینا چیزای که حتما میدونی که چه روزی نوروز شروع میشه به چه کار. حتی من اینو فقط برای ایرانی ها نداشتم، اول برای ایرانی ها گوشتم، بعد برای همه مردم دنیا که همه ببینن ایران. این هفت‌سینه که چه هر چیزی چه سمبولی داره، که نیاکان ما به چی فکر میکردن، میدونی همه اینا یه معنی داشته برای ما، زیبایی همه شون. اونایی که حرف از تمدن میزنن هیچ کدوم از اینا ندارن، ولی ما نمیدونیم بلیش اینه. من عاشق ماهی ایلم، اینو بگم، اینم هفت‌سینه که دیگه. این کانادا برای اولین بار اعلام کرد که جزء تقویم اصلیش میذاره نوروزو. 13 به در که میدونیم برای میایم بیرون تا نحسه 13 رو ببریم و برای شانس در عشق. اینم خیلی جالبه، شب یلدا و اینم چهارشنبه سوری که اینا رو فکر کنم بدونیم، ولی بالاخره جز فرهنگ ماست، من باید نشون میدادم. اینه آهنگی که فکر کنم همه میشناسیم، مال ریگن عزیز، خدا بیامرزه. یکی از چیزهای جالب ما اینه که ببینید فرهنگ ما کوچیک کوچیک باید ببینی، اگه چشتو با نکنی نمیفهمی. چرا از عروس سه بار میپرسن، یه بار میگه رفتم این عروس رفته گل به چینه، داره فکر میکنه، چون بهش بیشتر ارزش میدن. اینم عسل گذاشتن تو دهنه که نشون میده ما ایرانی ها اعتقاد داریم که باید با هم باشیم و به هم شادی بدیم همیشه. نماد سفره عقده که باز ببینین هر چقدر هر چیزی تو فرهنگ ایرانی معنی خوبی داره که هیچ فرهنگی نداره. واقعا باید اینا رو ما بخونیم دونه دونه. هم زنان ایران که مطمئنم خیلی چیزا رو نمیدونید، اولین زنایی که تو ارتش بودن زنای ایرانی بودن، که وقتی رومنا و یونانی ها می دیدن می گفتن اینا دیگه کیان، اینا چرا زناشون میان می جنگن. و اصلا می دونین اینقدر اونا زنا رو پایین می دونستن. معلم من به من می گفت که ما زنا رو همیشه پایین می دونستیم. اینم آسپاس کامندر هخامنشیان بوده. این دو زن ایران به ایران حکومت کردن 2000 سال پیش. این قهرمان رالی ایرانه. الان 70% کلاس ها رو زن ها تشکیل میدن. امسال هم خبر خوب میدم که ایرانی ها دختر ها از پسر ها جلو رفتن، از هر نظر، یعنی رتبه های اول. تو همه جا هم ما زن ها رو میبینیم، زن ها ایرانی اینجوری هم جلوشون هم بگیری میان جلو، تو همه جا میبینیش، حتی نخست وزیر ایران. و ببینیم ما این عکس ها واقعا اینا ایرانی های واقعی هست. این هم کاری که ایران برای مردم کرده، از جبر، از الکل، از نمیدونم ستاره شناسی. تو همه ایرانی های نقش خیلی خیلی بزرگی داشتن و دارن. ایران سال 2004 بعد از چین شده بود بیشترین آوتپوت رو داشت. این عمر خیامه، خوارزمی که الگوریتم و جبر رو درست کرد. جابر حیانه که بهش میگن پدر شیمی مدرن. ابو سینا که همه دنیا میشناسنش. رازی که الکل رو کشف کرد. فارابی که بهش میگن معلم دوم. میدونیم بعد کی؟ بعد ارسطو. معلم دوم که ایرانیه. اسمش چیه؟ فارابی. اینا کاری که ایرانی ها این سالها کردن، گسلیسر، همه اینا رو ایرانی ها الان کردن. حالا یه ویدیو میاد میخوام ببینین، این مال استنفورده، میگه دانشگاه استنفورد امریکا که یکی از بهترین دانشگاه های دنیا است. میگه مدیرش گفته که یکی بهترین دانشگاه در دنیا
برای الکتریک شریف ایرانه. 15 نفر همینجوری قبول شدن. برای این دانشگاه بی‌نظیره. یعنی هیچ چیز جام چیز. این خیلی جالبه. شما فکر کنید بزرگترین و نمیدونم عظیم‌ترین امپراتوری دنیا کی بود؟ رومانا بودن؟ نه. قدیمی‌ترین امپراتور 2700 سال قبل مسیح ایلامیان بودن. بزرگترینشون امپراتور هخامنشیان بوده. سومی رومانا. بیشترین امپراتوری که زنده مونده باز هم ایلامیان بودن. ببینید ما اینا فکر میکنن نیاکانشون رومانا و یونانیان، برای همین همیشه دروغ می